14 اگست 2021 آخرین نفس های جمهوریت. اخبار گوناگون در مورد سقوط ولایات شنیده می شود. با همکارانمان حرکت کردیم به سمت شمال افغانستان تا از وضعیت خط نخست نبرد میان امارت اسلامی و جمهوریت اسلامی دیدن نماییم. ما تقریبا 11 پوسته امنیتی به خاطر تامین امنیتی شهر مزار شریف داریم و قطعات مشترک با ما یک جا است. از امنی ما، امنیتی ملی و پلیس ملی ما مشترکاً وظیفه را یک جای انجام میدیم. و زمانی که ولسوالی ها سقوط کرد ما آمدیم اطراف شهر مزار پوسته بندی کردیم با خاطر تامین امنیت داخل شهر. و از روزی که آمدیم چندین تحرک طالب ما دفع کردیم. روز اول که ما اینجا آمدیم غیر از ما دیگر قطعات نبودن، فقط خیزیش مردمی بوده، نیروهای خیزیش مردمی بوده و ما بودیم. خیزیش اکثرا مربوطی حزب ما بوده و تا این حال الحمدلله دشمن یک خطبه هم پیش آمده نتانستن. جلوی پیش روی دشمن ما هر وقت هر لحظه حاضر هستیم، گرفتیم و بازم میگیریم. از وقتی که ما اینجا در این پوست ها جای بجا شدیم دشمن چندین حمله که شب و روز داشته و مرداش در جایش ماندن و ما جنگ اولی ما قد طالبان نیست. ما 40 سال قد القاعده قد طالب جنگ کردیم. القاعده را یک بار از ساعت شمال و از سطح افغانستان از نقاط بلندترین نقاط که ساحات جنگی ما بوده در رسوف بوده. ما از اونجا که زمان نیروهای مشترک بین المللی آمدن از نقطه سنگر اول ما شروع کردن. ما یک بار القاعده نابود شد، طالب نابود شد، در سطح افغانستان طالب در زربین نمی دیدیم. باز این مدت 20 سال حکومت کرزای و اشرف غنی باز طالب پیدا شد، القاعده پیدا شد. با همکارانمان رفتیم آن طرف خط، جایی که تحت تصرف نیروهای امارت اسلامی قرار دارد. در ابتدا با پذیرایی گرم مواجه شدیم. نیروهای آنان آمادگی کامل برای تصرف شهر مزار شریف را دارند. څنګه وینئ دا اول خط د بازار ښار ته ډېر نږدې ده، نو تاسو څنګه چې بازار ښار ته ننوځئ څه مشکل ده؟ تاسو اجازه لرئ کولی شئ دې باره کې وایئ؟ دا د چمتال ولسوالۍ چې د اردو سره سرحد ده، نو تقریبا په 200 متره کې موږ د کلی جنګي وو او د قول اردو څخه دلته ورته پراته د پل ماموکري سیمه ده. نو انشاءالله موږ خدای پاک ته دا امید لرو چې اوس غږ وسي، نو په یو ساعت کې امکان شته چې موږ د قول اردو یا کلی جنګي لغت کو وینیسو. خو اوس موږ د پر موږ باندې تر اوسه امر نه دی سوی، نو که چیرې امر وسي امکان شته چې انشاءالله موږ په زور د خدای قول اردو و کلی جنګي ونیسو. کم نظامي خلک چې د دوی دي هغه خپل پردیو باندې دي، هغه هم د هغه ځای کې څخه یو شور نسي خوړلی چې هلته موږ یا د مینو کار پر کوو یا چریکانې پر کوو، د هغه ځای کې څخه بالکل شوریدای نه شي. دلته په 200 متره کې د قول اردو برجونه دي.
نو بالکل مر د شپې ورتلای سو خپل صحو ته خپل ځای کې حالت ګرځیدای سو خلکو مشکل حالت هم ورحاله وو هغه پرنه دولت یو خطر جوړ سره ده راغلی نه 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 دا جرأت به بالکل کولای نه چې دې خطر است تقریبا تدریا سو کس مجاهدونو په اندازه کې ان شاء الله مر دلته خط لرو دلته کمربندونه لرو دا سړک چې د خپل دلته د کل وردو په بیخ کې دی دلی د کوټي بار نو مر دلی پر دغه ځای باندې دلی د خپل ما مکر پول دی دلته نو خپل ختمه دی خپل مرګری دی دلی تقریبا د 300 کسو په اندازه کې بدلی مر مجاهدین ځای پر ځای لرو ولایت های افغانستان یکی په دیگر به دست نیروهای امارت اسلامی میفتند. مهاجرین ناشی از جنگ های داخلی به سرعت رو به افزایش است. شش تا سقر این بچه مانده است. زنش همه است. زن این روز که تک دوتش رفت کالاشویی مردم میکنه. خود من میرم. یک روز بعد روز بعد کالاشویی میکنم. یک معلم هم جوش توکش نگاه میکنم. یک میرم یک آنست بیام یک مسلمان خدا. دیگه کدام مرد نداریم که باید پیدا که روز یک پنج روپه درامت خانه ما نداریم پنج روپه. اینه من اول خدا سو اینه میگه خدا من خوش یک روزی رسان است که ما در روزی میرسانم. اینه می جامد اشته ایم توکل من به خدا کرده که نواسیتون مانده چند ساله هستن اونا اینجا همی بچه هم به نواسی هم شد سی دختر سی بچه هست قسمی که در تصویر می بینید چرخبالهای امریکایی بالای آسمان کابل به خصوص بالای سفارت امریکا و بریتانیا گشت زنی می کنند. وقت روز 15 آگوست اولین مصاحبه ویدیویی دکتر عبدالله عبدالله نشر شد که تایید کرد اشرف غنی از کابل فرار کرده است. هر جو مرج هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود تا بالاخره که طالبان از چندین سمت به داخل شهر کابل شدند و کنترل کامل افغانستان را به دست گرفتند. طالبان در نخستین دقایق بزرگترین بیرق سه‌رنگ افغانستان را از سر تپه وزیر محمد اکبر خان پایین کردند. اما تعدادی از جوانان خودجوش که بیرق سه‌رنگ افغانستان را حمل می‌کردند، با جاده‌ها برآمدند و در تلاش دوباره برافراشتن بیرق سه‌رنگ بالای تپه وزیر محمد اکبر خان بودند. با ممانعت سخت نیروهای امارت اسلامی مواجه شدند و بالاخره پراگنده شدند. مردم آواره هستند و نمیفهمند که کجا بروند. به روز 16 آگوست مردم به طرف میدان هوایی کابل هجوم بردند. شایعات نشر شده که گویا طیارههای آمریکایی افغانان را به آمریکا بدون اسناد انتقال میدهند. لحظه به لحظه هجوم مردم بالای میدان هوایی کابل بیشتر می شود. تعدادی از سربازان آمریکایی که در داخل میدان هوایی کابل حضور داشتند تا برنامه تخلیه را به درستی مدیریت کنند، اما ظاهرا ناکام به نظر می رسند. از خاطر آمدم که فامیلی می گفتن که طرف های اروپا می برن، ما آمدیم مشکلات های زیاد دیدیم و نیروهای خارجی هم بم می اندازن، راکت فایر می کنن، چقدر تعداد از مردم زخمی شدن. در داخل خود میدان هوایی چقدر نفرهای دیگر از ضربه کردن و تمامشان از بین رفتن. کل افغانای ما زن مرد دوشتفه دوشته کل اگه فقط نواده شده که امریکا میرن، مگر ما چه امریکا میرن مردم نمیرن و یک کانادا شده امریکا شد مردم اینجا گاد آشکاوه سر مردم ایلا کردن به تستی بود در مرمی داد تقریبا ششت نفر در پشوی خودم دیدم که تخمی شد بردم در شب خانه. میرم بچه متاسکر مجموعه با
سربازان آمریکایی بالای مردم ملکی افغان انداخت می کنند تا بتوانند مردم را پراگنده کنند، اما نتیجه نمی دهند. تا جایی که چندین کشته و زخمی ناشی از فایرهای سربازان آمریکایی به جا مانده است. ما صبح کی آمدیم گفتن مردم کانادا میبره، تیاره مفت بدون پاسپورت چیزی. کلاگی مردم به من باور بود که کلاگی کانادا میره. وقتی که آمدیم تیاره سیاسی بود که فقط خود امریکایی ها را انتقال میده خارج میبره داخل میدان، خاطره که طالب غرشان. ما که آمدیم طالب فامیدی فایر میکرد سر مردم، هوایی هوایی فایر میکرد. مردم غرض نداشت، میگفت کجا میری؟ میفتیم داخل، میگفت بری دیگه. داخل میدان شاجورا دریشیا هران چیز افتادگی بود، کسی از ترس طالب غرض گرفته نمیتانست. ما داخل رفتیم، کل مردم جمع بود، چهار طرف موترهای آمده بود، یا امریکایی ها فایر میکرد، مردم امریکایی ها لطکو بان کرد، حتی ششهر نفر فامیلی کشت سرش فایر کرد، مستقیم فایر کرد، هوایی فایر میکرد. آخر نشد سر مردم هلیکوپتر را پایین شد، مردم از همه هم نترسید، رفتن پیش تیاره، تیاره دوره کرد، مردم هم از پشت پشت تیاره میرفت. اون که دروازهش قفل شد، یک ده نفر در دروازه تیاره خود را محکم گرفت در بالش. وقتی که تیاره پرواز کرد، این مردم خطا خورد از تیاره، تقریبا میگه بسیار پرواز کردم که یکیش خطا خورد، افتاد از زمین، دیگهش خطا خورد، دو سه تا دیگهش، خلاصه کل این مردمی که از تیاره محکم گرفته بود، تیاره که پرواز کرد و خطا خورده. ما که نزدیک رفتم که یکیش زنده نمی، روش هم معلوم نمیشد، روش دیگه پوچک شده بود، یکی دیگهش روش هم معلوم نمیشد، دندانهای زنده افتاده بود. خب همین رقم دیگه کل مردم فامیلی جسدارم گوشه که از روی سرد، کسی نبود که با جسدها فامیلی امبولانس ای گپا بیاد درشان کمک کنه. دیگه دواره یا واره در بدر هستیم، ما مردم سا چی کنیم برادر، خسته شدیم. امریکایی هم او طرف میزنه برادر، مردم زخمی را ببین، در بدر خود بسر است. این همین که پنج شش نفر شهید شدن، پنج شش نفر شهید شد، چی کنیم برادر؟ طالبان در اول ساعت اولیه 16 آگوست کنترل دروازه عمومی میدان هوایی کابل را به دست گرفتند و کوشش میکردند که وضعیت را کنترل کنند، اما نه به آسانی. خبرنگار ما توانست که داخل میدان برود، قسمت ابتدای میدان به دست نیروهای بدری 313 نیروهای امارت اسلامی افتاد و قسمت دوم و سوم میدان هنوز هم در دست نیروهای آمریکایی قرار دارد. خبرنگار ما که بالای سربازان آمریکایی صدا میزند که آیا حاضرید با طالبان دست دوستی بدهید؟ سربازان آمریکایی ظاهرا آماده این کار نیستند. وضعیت همچنان رقتبار و از کنترل خارج است. تا بالاخره وزارت خارجه آمریکا اعلان میکند که از همه افغان ها میخواهند که از میدان هوایی کابل دور شوند، احتمال حمله داعش برای میدان وجود دارد. اما افغان ها این اعلام را نادیده میگیرند و اطراف میدان هوایی کابل را ترک نمیکنند. دو روز بعد از این اعلام حمله سنگینی در دروازه بارون میدان هوایی کابل رخ می‌دهد که بیشتر از 300 کشته و زخمی بر جا گذاشت. به اساس اعلامیه کاخ سفید، به تعداد 13 سرباز آمریکایی در بین کشته شده ها اند. یک روز بعد از حمله داعش برای میدان هوایی، پهپادهای بسرنشین آمریکایی اینجا را هدف قرار داد. بیشتر از 13 عضو یک خانواده که خود ترجمان آمریکایی ها و منتظر خروج از افغانستان بود، کشته و زخمی شدند. موتر بیرون آوردن، طفلک ها، طفلای ازمان رجان به شکر خدا کن تو موتر را داخل کن. سه طفل داخل موتر شد، دیگه طفلا دیده نادت دارن که در موتر بالا شد.
یا در بغلای موتر بودن کمی جامعت از بالا تیار آمد گرم زدشان کنجا دایش است بیا دایش حالا بر ما پیدا کجا دایش است بر ما جا بماره بته امریکا که تو به نام دایش ماره زدی بیا حالا سازمان ملل متحد هر گروهی را که میاری سر ما ثابت کجا دایش است اگر در این موتر مواد می بود امی خانه جور میمون یک موتر جور نمیمون کجا دایش کی برات راپورت داره که زید دایش است چرا؟ چرا این کار بکن ما میشه؟ چرا بخاطر چی میشه؟ آمریکایی‌ها برنامه خروج همکاران افغانشان را از میدان هوایی کابل متوقف ساخت و برنامه را از هتل سرینا میخواهند تکمیل نمایند. دیدم که اکثر کسانی که گیر مانده اند دارای پاسپورت های کشورهای اروپایی هستند و در تلاش خروج از افغانستان هستند. ده روز شده که در میدان هوایی میروم میایم کمر ما شکسته معمولا کمر ما بسته است پلاستر کردگی است و ما دیگه توان میدان هوایی را ندارم که برم لطفا مرا کمک کنین ما اولادای ما در آلمان از خانه ما در او بروزن آلمان است زندگی میکنم ما یک پاسپورت فرانسوی دارم آمدیم افغانستان حالا هر قدر که میخوایم 3-4 روز است که نمیتون میرم در میدان هوایی میدان هوایی هر روز میرم یکیش مورا به یک میدان رول میکنه دیگه تا میدان طالبا رول میکنه طالبا نام ما توریالای است که من خودم برتش هستم یعنی ام یک هفته ما میایم در اینجا اینجا روان میکنه در میدان اوی که برند سرینا از اونجا اینجا خب حال پروبلم ما این است که اینجا اولادای ما کلش اینجا است و وقتم کم است ما میخوایم که اگه حل کنین کد ما یاد وضعیت میدان هوایی کابل به حد ناگوار بود آمریکایی ها تصمیم گرفتند تا کشته و زخمی شدن افغان ها را نادیده گرفته و طیاره هایی که توسط افغان ها ظاهرا محاصره بود و پرواز در بیاورند که در نتیجه چندین تن از نوجوانان و جوانان که به بالهای طیاره چسبیده بودند به زمین خوردن و از بین رفتند زکی جانم امروی برادرم ناصر جان میخواستن که برن زکی جان نمیخواست که برن فقط برادره که میخواست که پاسپورت داشت نگه زکی جان امرویشان به حساب کتاب میجا برم ببینم هم چی گفت هیچ ما خبر نی ایده موتر ششته بود ناصر جان که داخل اسرای قصبه که داخل میشه بدون از اینکه ما را یا کسا در جریان بگذاره که ما میرم که بخاطر که پیشش غیر از تذکیرش هیچ چیز نداشتم دیگه ای خواست که من برم و تصادف که ای نمیفهم چه رقمی دیوالا را تیمرار کرده که تا نزدیک به تیاره رسانده خدا و از ترس که باش که مرا برادرم چیز نگویه بر از این برادره که ما زنگ میزنه که ما برادر ما در زیر تیاره هستم تلاشی میکنه ما را امی موبایل اجازه نمیده که ما داخل ببریم ما گل میکنم میره اوسو مندازم این برادرم سر قال مقال میکنی در خانه قرار خواب بوده هیچ از وضعیت هیچ آگاه تا بیرون هم اپرامدن دیگه بعد از او بر فامیل زنگ میزنه خدافیزی میکنم میگه مرا دعا بتین من رفتم بخواد و هم اجازه نمیدنش از امی اتفاق 10 دقیقه یا 15 دقیقه من میگذره که از میم موبایلش باز زنگ میه زنگ میه از فامیل که میوار داره که زکی جان دور خوردی کجا هستی و دیگه برادر که هم تلفن شا گرفته میگه زکی جان شهید شده دیگه ما به اندازه به از هر رای که داشتیم بسیار بد روز دیدیم و بسیار مشکل یک روز مکمل ما از ساعت 12:30 که در پالودی هم جستجو شدیم تا 8 شب بعد از او باز اوضاع به اندازه خراب بود و دلیل درستش اینمی که همی اوضاع را همی بچه ندیده بود به کلی تا امروز در افغانستان همه تو
حرج مرج وحشت که فعلا روان است که هر رقم آدم باره میبینی همون را ای بچه ندیده بود. خودش بازیکن تیم ملی بود، صنف 12 لیسه عالی استقلال بود، بچه روشن فکر بود. بالاخره بعد از چندین روز میدان هوایی کابل خالی از نیروهای آمریکایی و افغان گردید و طالبان اجازه یافتند که کنترل کامل میدان هوایی را به دست بگیرند. اما متاسفانه هنگامی که داخل میدان هوایی کابل رفتیم، همه چرخبال ها و امکانات میدان توسط امریکایی ها از کار افتاده است. ناراحتی که یه خیانت ملی با وطن است که یه خائنین رفتن و یه ملت سردرگم ماندن و با یه ملت خیانت که این مال ملت است، این مال شخص نیست، این مال این ملت است، نه مال مجاهد است، نه مال طالب است، نه مال امریکایی است، این مال این سرمایه این ملت افغانستان است. اما بدبختانه که یه بازار بیرحمانه از بین بردن. با همین سرعت جمهوریت از بین رفت و نیروهای امارت اسلامی در تلاش آوردن نظم دوباره در کابل بودند که با افراز چک پوینت ها و تلاش های بدنی توانستند به سرعت نظم کابل را کنترل کنند. اینجا کمپ نیروهای خارجی است که همه رفتن و وسایل و امکانات را از بین بردن. حالا نیروهای امارت اسلامی در تلاش حفاظت از اجناس باقی مانده کمپ ها هستند. با همکارمان رفتیم داخل ارگ ریاست جمهوری تا ببینیم که وضعیت از چه قرار است. مسئولین امارت اسلامی به ما اجازه دادن که با کارمندان ارگ ریاست جمهوری صحبت کنیم. هیچ کس از فرار محمد اشرف غنی از قبل آگاهی ندارد. روز آخر غذا کلش در همه آشپزخانه پخت شده بود. از طرف مسئولینی که برای ما گفته شد که شما برین، تو وضعیت اضطراری است. ما رفتیم 11:30 چیزی کم 12 بجه بود، زیادتر دیگاه تو پر مانده. غذا کسی خورده بود کسی نخورده بود. دیگه کارمندای ملکی همهشان بیرون شد رفتن خانه خدا. اشرف غنی په اخر ورځ باندې د هر کسه وتښتلې. دلته تیاره را غوښته وه. د ورځې تقریبا د صد میاشتې لښتم تاریخ درې بجې شاوخوا. دغه ځای کې د خریب پرار وکړ وتښتلې.
او کابل په سرنوشت حالات کې پریښوي چې بیا هغه چې مجاهدین خبر شول چې دوی کم مشران تشدیدلې دي نو بیا مجاهدین داخل شول د کابل امنیت په خپل کنټرول کې راوستي او ارګو ټول ځایونه امنیت خوندي ستو دا اوسه پر ان شاء الله ته ونه دا ډوډۍ د دوی وس موږ وې د دوی د ډوډۍ د کوم ګورو دلته خو دې ډیره کمونه ډوډۍ شام په خول ستې ډوډۍ ګورو اجازه ورکوي ها نو کوي نو هو کوي نو هو زه درڅ کوي ها و دې وې د ستې ډوډۍ د کوم مشکو دلته خو دې شپانه سره کوم غوښ پړې ستې شو وی کې نو هم مجبور اچ کوي یا نو واسي یا معمولا روش یک رژیم رو اونای پرسونل معمولا خوب از دیگه کسی که هست در هر جایی که هست خوبی که مسائل سیاسیش ما با سیاست کار نداریم چون ما بخش خدماتی هستیم کار خدماتی رو نمی‌کنیم ما هیچ تو کار نداریم امروز ما میشه هر کس از اینا هم برخوردشون مثل یک به اندازه برخورد نرم دارن و ما خود برخورد خوب دارن قبلا ما خود ما کار می‌کردیم برشون دیگه حتما برخورد خوب داشتن داریم بعد از چندین روز به سرعت امارت اسلامی کابینه خود را اعلام کرد و آن را همشمول خواندند. بعد از اعلام کابینه امارت اسلامی بزرگترین بیرق امارت اسلامی بالای تپه وزیر محمد اکبر خان با مراسم خاص برافراشته شد.